تا حالا براتون سوال شده که موجودات چهار بعدی دنیا رو چطوری میبینن؟ و اصلا دنیای چهار بعدی چه شکلیه؟ قراره براتون توضیح بدم که فرق ما با موجودات چهار بعدی چیه؟ یک دنیای دو بعدی رو تصور کنید که توی اون غیر ممکنه به سمت بالا و پایین حرکت کنید و فقط میتونید در سطح صفحه جابجا بشید. از این جهت سه بعد یعنی بی نهایت صفحه دو بعدی رو بذاریم کنار هم. یک موجود سه‌بعدی همزمان میتونه همه صفحه های دوبعدی رو ببینه و به آسونی بالا و یا پایین بره. اگه یک موجود سه‌بعدی در دو بعد قدم بزنه، دوبعدی ها در هر لحظه فقط یک برش مقطع دوبعدی از اون رو میبینن. شما در سه‌بعد میتونید به آسونی افقی و یا عمودی حرکت کنید، ولی نه در راستای بعد چهارم. دنیای چهار بعدی به این مفهومه که بی نهایت فضای سه‌بعدی چسبیده به دنیای سه‌بعدی ما وجود داره. ما فقط یکی از اون فضاهای سه‌بعدی رو درک میکنیم، اونی که توش هستیم. اگه شما میتونستید یک زمان خاص در راستای بعد چهارم به جلو برید و معادل همون زمان در راستای بعد چهارم به عقب برگردید، برمیگشتید به همون نقطه شروع. شما بالا، پایین، عقب، جلو و چپ یا راست نرفتید. شما از یک فضای سه‌بعدی به یک فضای سه‌بعدی دیگه منتقل شدید. برای اینکه فهمش آسان‌تر بشه، فرض کنید که شما از چند تا اتاق سه‌بعدی مشابه اتاق خودتون عبور کردین. ولی هر کدوم از اون اتاق‌ها یک فضای سه‌بعدی متفاوته. یه موجود چهار‌بعدی میتونه همزمان چندین فضای سه‌بعدی مجزا رو رصد کنه و در راستای بعد چهارم به راحتی عقب و یا جلو بره. یه موجود چهار بعدی میتونه الان توی اتاق شما دقیقاً در جایی که هستید باشه، ولی با یک فاصله خاص در بعد چهارم. این موجود شما رو همون جوری از بعد چهارم میبینه که شما یک شیء دو بعدی رو از یک فاصله خاص میبینید. حجم یک موجود چهار بعدی بین چندین فضای سه بعدی پخش شده. و اگه شما توی اتاقتون به یه موجود چهار بعدی برخورد کنید، در هر آن فقط یک برش مقطع سه بعدی از اون رو میبینید. و همینطور که یه موجود چهار بعدی حرکت میکنه، این برش مقطع سه بعدی مرتب تغییر شکل میده تا اینکه موجود چهار بعدی کاملا از فضای اتاق شما عبور کنه. یک شیء چهار بعدی رو تصور کنید. فرض میکنیم که برش مقطع سه‌بعدی این شکل یک مکعب باشه که میتونید بچرخونیدش و همه ی سطوحش رو ببینید. اگه میتونستید در بعد چهارم حرکت کنید، میدیدید که این مکعب به تدریج شکلش عوض میشه. اگه یک موجود چهار‌بعدی یک شیء چهار‌بعدی رو بچرخونه، تمام مقاطع سه‌بعدی اون در آن واحد تحت تأثیر قرار میگیرن. یک موجود چهار بعدی میتونه تمام نقاط یک شیء سه بعدی رو همزمان مشاهده کنه. درست همونطوری که ما سه بعدی ها میتونیم تمام نقاط یک شیء دو بعدی مثل یک کاغذ رو همزمان ببینیم. موجودات سه بعدی در دو بعد فکر میکنن. اگه شما یه مکعب رو تصور کنید، تصور شما دو بعدیه. مثل یه عکس. حتی اگه شما با عمق تصورش کنید، یه موجود دو بعدی میتونه این تصویر رو ببینه، به شرط اینکه این تصویر شفاف باشه و تو خالی. مشابه این، هر چیزی که یه موجود چهار بعدی میبینه و تصور میکنه میشه که در سه بعد رسم بشه. و اگه این رسم شفاف باشه و تو خالی، ما میتونیم یک شکل چهار بعدی رو همونطوری که موجودات چهار بعدی میتونن ببیننش ببینیم، که این البته فقط یک نما از حجم چهار بعدی اصلیه. میدان دید یک موجود سه‌بعدی مثل ما آدما مشابه یک مستطیل دوبعدیه که این مستطیل در ابتدا خالیه. چشمای ما فضای سه‌بعدی روبرو رو رصد میکنه و دنبال اطلاعاتی میگرده که باهاش مستطیل دوبعدی بینایی رو پر کنه. ما اول اشیایی که نزدیکتر به خودمون هستن رو میبینیم و ازشون عکسای دوبعدی میگیریم. این اشیا بخشی از مستطیل بینایی ما رو پر میکنن. وقتی که بخشی از مستطیل دید ما پر شد، اطلاعات دیگه ای نمیتونه در اون قسمت قرار بگیره، چون چیز دیگه ای بین ما و چیزی که میبینیم وجود نداره و کم کم تمام مستطیل دید ما پر میشه.
حالا به این فکر کنید که میدان بینایی یه موجود چهار بعدی یه مکعب سه بعدیه. این مکعب ابتدا خالیه. وقتی موجود چهار بعدی در بعد چهارم شروع به نگاه کردن میکنه، چشم‌هاش فضای چهار بعدی روبرو رو رصد میکنن و مکعب دید رو با عکس‌های سه بعدی پر میکنن. نزدیکترین تصویر سه بعدی بخشی از مکعب بینایی رو پر میکنه و وقتی این اتفاق افتاد هیچ تصویر سه بعدی جدیدی توی اون قسمت قرار نمیگیره. در نهایت تمام مکعب پر میشه. سه بعدی ها فقط در دو بعد میتونن نقاشی کنن. ما میتونیم روی یک کاغذ هر شکل دو بعدی که میخوایم رو نقاشی کنیم. در این حال ما نمیتونیم نقاشی سه بعدی بکنیم که فقط با استفاده از مداد قابل کشیدن باشه. در مقایسه چهار بعدی ها فقط در سه بعد میتونن نقاشی کنن. یه موجود چهار بعدی قلم چهار بعدی خودش رو روی کاغذ نقاشی چهار بعدیش به حرکت در میاره. طرحی که ایجاد میشه روی فضای سه بعدی نقش میبنده که در کنار اولین فضای سه بعدیه که شکل چهار بعدی اشغالش کرده. این یعنی اینکه موجود چهار بعدی قلمش رو در فضای سه بعدی بالا و پایین، چپ و راست و به سمت داخل و بیرون حرکت میده که روی سطح کاغذ چهار بعدی نقاشی کنه. دقت کنید که فشار دست به قلم در بعد چهارم اعمال میشه. مقایسش با دنیای سه بعدی ما اینه که وقتی ما نقاشی میکنیم در واقع روی کاغذ شکل میکشیم، نه داخل کاغذ، و فشار دستم و به قلم در بعد سوم و بالای کاغذ اتفاق میفته. میدونیم که اشکال سه بعدی سایه های دو بعدی ایجاد میکنن. اشکال چهار بعدی سایه های سه بعدی با حدود خاص تولید میکنن. یک لامپ چهار بعدی نور رو نه در راستای بعد سوم بلکه در راستای بعد چهارم هم پخش میکنه. اگه یک شکل چهار بعدی مقابل منبع نور قرار بگیره، قسمتی از این نور ممکنه به جسم چهار بعدی پشتی نرسه. حالا اگه برگردیم به میدان بینایی یک موجود چهار بعدی، موقعی که این حوزه دید با اجسام سه بعدی در حال پر شدنه، روشنایی تصویر سه بعدی که از اون جسم پشتی گرفته میشه کمتره. سایه های سه بعدی اینطوری شکل میگیرن. اگه میخواید بیشتر با بعد چهارم آشنا بشید و بدونید چه ویژگی اون از دنیای ما متمایز کرده، بهتون پیشنهاد میدم که این ویدیو رو ببینید.